رونمایی از تندیسی کوروشی بزرگ در پایتخت تاجیکستان با حضور شهردار دوشنبه و وزیری فرهنگی این کشور، رویداد مهم و قدم دیگر در راه پاسداشت فرهنگی نیاکان از چهره ماندگار تاریخ که ملل گوناگون دنیا مدیون خدمات با ارزشش بودند و هستند. مجسمه کوروش بزرگ در پارک قدبر افراخته که نام او را دارد، اخیراً در این پارک از تندیس استوانه کوروش کبیر هم رونمایی شده بود که به همت کانون فرهنگ پارسی مستقر در دانمارک ساخته شده. باغ کوروش کبیر در کنار تئاتر اوپرا و باله شهر دوشنبه واقع است و 4.5 سال پیش بعد از بازسازی تغییر نام کرد. مساحت پارک نزدیکی 5 هکتار است. اواسط اکتبر گذشته در قسمت دیگری این پارک از تندیس استوانه یا منشور کوروش بزرگ رونمایی شد. با حضور برخی از ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا که در اجرای این طرح سهم داشتند. ما در افغانستان یا ایران که جمهوری اسلامی باشه، چون این آزادی رو نداریم، چون تحت فشاریم، چون زنای ما مجبورن زیر حجاب به زور باشن و همه رو به زور میگن شما باید مسلمان باشیم، این ارزش آزادی که شما مردم تاجیکستان رو درک میکنیم. امیدواریم مردم تاجیکستان در طی سده های آینده همیشه وقتی از کنار این تندیس رد میشن فکر کنن که چرا این تندیس چه مفهومی داره و این آزادیشون نهادینه بشه. امسال برای نخستین بار باله کوروش کبیر در تاجیکستان روی صحنه تئاتر رفت و در آن با زبان رقص و موسیقی بخش‌های مهمی از کارنامه نخستین شاه هخامنشی و نقش او در تمدن بشری بازگو شد. البته ایدئولوژی حاکم در دوران شوروی نظام‌های شاهنشاهی را نمی‌پسندید و معمولاً از مردم ستایش می‌کرد که در مقابل پادشاهان قیام می‌کردند. حتی در آثار تاریخی زمان شوروی در تاجیکستان که یکی از 15 جمهوری شوروی سوسیالیستی بود، تمجید و توصیف شخصیت‌های مثل کوروش بزرگ مجاز نبوده است. اکنون وضعیت تغییر کرده و تاجیک‌ها شخصیت‌های مثل کوروش بزرگ را از چهره‌های ملی تاریخی خودشان می‌دانند و با او ارج می‌گذارند. پژوهشگران تاجیک یک عامل دیگری برجسته کردن چهره کوروش بزرگ در تاجیکستان را با افزایش تلاش‌های اقوام ترک منطقه برای اتحاد و همبستگی کشورهایشان مربوط می‌دانند. شخصیت جهانی کوروشکی در این شرایطی که مسئله اختلاف ها و مسئله عقاید، اون نظریات تندگرایی و نظریات افراطی خیلی اوج گرفت، کوروش نمونی بارز یک فرمان روای هست که در زمانی او تمام ادیان و فرق و مذاهب در همزیستی زندگی کردند که نشانی اون همون استوانه معروف کوروش است. مجسمه کوروش بزرگ به تعدادی تندیس های بزرگان فرهنگ و ادب پارسی در شهر دوشنبه افزوده. اکنون تندیس بنیانگذار و نخستین شاهی هخامنشی که 2550 سال پیش امپراتوریش در آسیا، اروپا و آفریقا دامن گسترده بود، در قلب تاجیکستان جا گرفته، در سرزمینی که برایش بیگانه نیست. سهراب ضیا، BBC دوشنبه.